دردی میکرا پاینده ایران دمتون گرم خیلی خوشحالم که کنارتون هستم سپاسگزار و پخش برنامه حمایت مالی از این برنامه هرچند بارها گفتم ما نیاز مالی نداریم ولی حمایت های مالیتون یک انرژی به آدم میده و باز خواهش میکنم که حمایت مالیتون سنگین نباشه زیاد نباشه همون مقدار کم هم که انجام میده انجام میدید یه انرژی به آدم داده میشه که سواس هستم اما آقای انبستانی یادتونه همونی که زده بود تو گوش سرباز حالا توضیح خواهیم داد اومدن گفتن که امکان نداره در مورد حجاب رفراندوم یا انتخابات برگزار بشه من رفتم صحبت که پشت تریبون مجلس بوده کامل خوندم و واقعا توریه بازه یعنی در دل این که آقا ما در باید رفراندوم تو خیلی چیزا بذاریم و اوکی رفراندوم اصلا خواستگاه جمهوری اسلامیه در دفاع از رفراندوم سر حجاب اجباری میگه اما این یه داستان دیگه است یک توری بازی میکنه یه چند خط از این توری بازی شده در آوردن بعد با این آدم کار دارم علی اصغر انابستانی که نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلسه این آقای علی اصغر بگیم اسمش از این بعد که راحت تره این علی اصغر جا میگه که مثلا برای بعضی مباحثی میگوین رفراندوم که اصلا قابل رفراندوم گذاشتن نیست مثلا بحث حجاب جزء اصول قانون اساسی و لا تغییر است یعنی حجاب خیلی بیشرف به ما میگن که آقا قانونی اقدام کنید نماینده مجلس و عضو کمیسیون بخش اجتماعی مجلس میگه آقا این قانون لا تغییره خب لا تغییره که بس وایس نظام سقوط کنه نظام سقوط نمیکنه امام زمانیه باشه باز شما جوگیر شدید این دولت مختار دوباره جوگیر شدید اصلا کل تاریخ این عیزان شیعه من نمیدونم چرا انقدر زود جوگیر میشن چل سال فعلا که میبینی وضعیت چی به خدا جمهوری اسلامی با این وضعیت نمیتونه دوام بیاره یعنی واقعا خریت های سنگینی دارن میکنن میگه امکان نداره راجبه آن رفراندوم و نه انتخاباتی برگزار چون جزء اصول مسلم است بله حجاب اصول مسلمه وایس میگه آقا پاش برسه ما امام زمانم قربانی میکنیم این میگه نه ما حجاب قربانی نمیکنیم اکنون موضوعی به نظر بنده نمیرسد که بگویم این قابل حل در ساختار کنونی نیست اینجا توریه بازیه میگه همه موضوع در جمهوری اسلامی قابل حله من اصلا موضوعی رو به ذهنم نمیرسه که در جمهوری اسلامی قابل حل نباشد توریه بازی خط بالا چی گفت؟ سخنرانیش میگه که حجاب لا تغییره حالا میگه موضوعی ولی در جمهوری اسلامی نیست که قابل حل نباشه میگه نیاز داریم که برویم و برای این مسائل رفراندوم برگزار کنیم اما اگر چنین چیزی به دولت برسد و پیدا شود خیلی هم خوب است که برگزار شود ببین حرفش اینه میگه آقا ما موضوعی نداریم که قابل حل نباشه و نیاز به رفراندوم باشه اما اگر موضوعی وجود داره که قابل حل نیست خب خیلی هم خوبه بریم رفراندوم کنیم ولی خط بالایش گفت آقا بحث هجاب لا تغییره اونجا نمیتونی بری این بهش میگن توریه بازی حضرات بچه مسلمون توریه بازن توریه بازم توریه بازم توریه داری بده ببازم پدر سوخته میگه که در مورد این مسئله که امام و رهبری و مقامات دیگر بارها از امکان تغییر و اصلاح قانون اساسی سخن گفتن اما سوال میشه ازش اما شما لا تغییر بودن قانون اساسی صحبت میکنید داستان چه جوری است آقای علی اسخرجان انابستانی پاسخ میدن آقای انابستانی میگه که آقا قانون اساسی قطعا میتواند تغییر کند قانون اساسی هم قابل تغییر است ولی اون بالا گفت آقا حجاب جز اصول است اصول قانون اساسی و تغییر نمیکنه اما اینجا میگه قانون اساسی میتونه تغییر کنه فرهنگ بپوش نپوش همینه که دخترای ما حجابشون رو میندازن گیر که میکنن آقا من بود اونجا میگه نمیشه تغییر کرد ولی از یک سوال میشه میگه میشه تغییر کرد یه قانون اساسی هم قابل تغییر است و در خود قانون اساسی از ما پیش کردیم که بتونیم تغییر کنیم اما قانون اساسی یک جا تغییر نمی کند کجا تغییر نمی کند ما یه اصل چارمی تو قانون اساسی دیدنی قربونت برم این اصل رو بزن من توضیح بدم این اصل که اطلاق و امور همه احکام قانون اساسی بر اساس دین مبین اسلام است این اصل آقای محسن شیخی عزیز شما چون خیلی سر داستان قانون با من گفتگو میکنید اینجا مشکل میخوریم آقای انوستانی پاسخ شما رو محسن شیخی عزیز که واقعا خیلی زحمت هم میکشه برای این برنامه اینجا میده میگه قانون اساسی قابل تغییر است اما یه اصل چهارم داریم اصل چهارم قانون اساسی که اطلاق امور همه احکام قانون اساسی بر اساس دین مبین اسلام است این اصل بر همه چیز حاکم است و اصلا قابل تغییر نیست در واقع بعضی از اصول قانون اساسی ما قابل تغییر نیست مثل اصل چهارم فهمید چی شد؟ این مردک میگه قانون اساسی قابل تغییره اما ما یه اصل چارم داریم که میگه که قوانینی که مربوط بر اساس اسلام است این قابل تغییر نیست ولی بقیه چیزها قابل تغییره خب آقا قانون جمهوری اسلامی بر اساس اسلام نوشته شده دور باطل بنبست گفتگو پیچوندن توریه بازی قوانین جمهوری اسلامی رسما توریه بازی است بر اساس توریه دارن ما رو اسکل میکنن با هر کدوم از مدافعان مذهبی نظام هم وارد گفتگو بشیم شما رو چیکار میکنن میبرن در گستردگی بحث بحث گسترده میکنن بحث گسترده میکنن که آخر بپیچونن نفهمی نف نف که اون چی گفته تو چی گفته دیشب تو اسپیس برای همین یقه این طرف گرفته اما آقای انابستانی شما در توریه بازی که یاد طولایی داری یادتونه تو گوشه این سرباز زدی چهاره بهمن 1399 دو سال پیش ایشون در خط ویژه همینجوری میره سرباز راهنمایی رانندگی جلوی ایشونو رو میگیره و ایشون میخوابونه تو گوش این سرباز چهار بهمن دو روز انکار میکنه میگه نزدم فیلم های در دروازه دولت میزنه تو گوش این سرباز فیلم های دوربین مدار بسته دروازه دولت منتشر میشه دستش رو میشه که زده هفته بهمن یعنی در حقیقت روز بعد از اینکه این فیلم ها منتشر میشه در صدا و سیما حتی هفت بهمن بعد از انتشار فیلم میگه که آقا من اشتباه کردم میرم در همون جایی که این سرباز زده از ایشون اصخایی میکنم و روبوسی میکنم اما هفته دو... نه هفته دو ساعت بعد از این حرفش نوه بهمن بود ببین چهارم بهمن زد تا شیشم بهمن این کار کرد هفتم بهمن فیلم منتشر شد گفت میرم از این سرباز عذرخواهی کنم اما 48 ساعت بعد یعنی نوه بهمن گفت ببخشید نمیرم چرا نمیری؟ گفت استخاره کردم تسبیح انداختم خوب نیمت برم عذرخواهی کنم این نوه بهمنه هفتاد و دو ساعت بعد از اینکه گفت من نمیرم روبوسی کنم با این سرباز و عذرخواهی کنم چون استخاره کردم هفتاد و دو ساعت بعد در مجلس از ایشون تقدیر کردن و از ایشون دلجویی شد که ببخشید که دوربین های مدار رو صدا و سیما پخش کرد آبروت رفت خب مجلس اینجا نشون یه محول محول جریان اصولگرایی است که به همدیگه بر هوای همدیگه رو داشته باشن این حرامزاده یه هزار پدر این حرامزاده یه هزار پدر حالا برای پوشش ملت تعیین تکلیف میکنه با حرامزادگان توریه باز طرفیم پدرتون در میارم حریف زبان من که نمیشید تو پدر سوخته ای که در چهار بهمن تو گوش سرباز میزنی تا هفته بهمن انکار میکنی هفته بهمن که ویدیو منتشر میشه که تو گوش سرباز زدی میگی مینا معذرت میخوام اما 48 ساعت بعد در نه بهمن میگی استخاره کردم نمیرم و در دوازه بهمن محوله در حقیقت طویله مجلس شورای اسلامی به تو تقدیر میکنن از تو دلجویی میکنن این نشون میده ما با یک بان طرفیم این نشون میده ما با یک مش حرام لقمه طرفیم برای همینه ما به مردم نمیگیم از خیابون نرن بیرون مردم باید وایسا حقشونو بگیرن و در صحبتت ببین چه جوری ما رو میپیچونی قانون اساسی تغییر میتواند بکنه خیلی هم عالیه با کل قانون اساسی ما میشه تغییر کرد اما یه اصل چهارم داریم که چیزهایی که اسلامی است نمیشه تغییر کرد خب کل قانون اساسی که بر اساس اسلام است دور باطل پیچوندن و توریه بازی دو ساعت تازه من ببین سه پاراگرافش در همین میخواست بگه دو ساعت هفت زده که به همین برسه یعنی کلش این من چقدر بدبختم برای که بر شما برنامه بسازن قدر این برنامه رو بدونید قدر این برنامه رو بدونید برای اینکه نشستم کلی از مزخرفات سخنرانی این حرامزاده زنازاده رو گوش کردم که برای شما کوتاهش بکنم دو ساعت هفت زده که به این نتیجه برسه گستردگی بحث یکی از روشاشونه این حرف رو میخواست بزنه که آقا ما میخوایم به پیچونیمتون دو ساعت تو رو پیچونده حرف زده به این برسه یادتون باشه با مذهبی جماعت اینا, اینا درس این کار پیچوندن و خوندن توریه بازی یکی از چیزایی بود که من براتون رو کردم تا حرف میزنم بگی توریه بازی دارید میکنین و یکی یک از کارهای دیگه ای که میکنن گستردگی بحثه مثلا میگی آقا چرا حجاب نباید باشه به من دو دقیقه فرصت بدید تا براتون در حقیقت بگم ببینید عزیزم شما قبول دارید آمریکا این کار داره آقا چرا حجاب نباید باشه نه نه شما قبول دارید هر جای قانون هست آقا چرا حجاب نباید باشه پس من برات بگم آقا دانا بزن حرفمو بزنم شما قبول دارید میخواد بحث و گسترده کنه روشاتون ببین من روش هایی من سالها رو شما ج... حداقل پنج ساله با شما جانوران مذهبی دارم سرکله میزنم روش رو میشنسم یادتون برانداز نابود کردم دهنشون سرویس شد چرا؟ چون باشون بزرگ شدم حالا میدونی چرا دارم دهن شما رو سرویس چون پنج سال باتون هش رو نش دارم ما سرباز ایران شهریم نه اون براندازش فکر میکرد مثلا ما فکر میکردم ما رو خریدن هم شما هر دوتاتون هم ما رو دست خوردی ما رو دستی پدرتون رو در میاریم ما رو میخواید بپیچونید کی تو تو میخوای ملت منو بپیچونی تویی که ببین چجوری آمارتا در آوردم چهار بهمن میزنی تو گوشش دو روز انکار میکنی هفتم که فیلم منتشر میشه میگی میرم معذرت میخوام نهم استخاره میکنی میگی که آقا من نمیتونم برم معذرت بخوام دو روز بعد سه روز بعدش هم به در دوازه بهمن 99 میان تقدیر میکنن شما حرامزادگان ما سر جاتون میشونیم افشاگری میکنم ازتون افشاگری تأثیر گذار میکنم نه که همینجا حالا خیلی ها افشاتون میکنم پشمم افشا کن نداره رزا پهلوی شو دور هم هم میگفتن چنان افشاشون کردم که سالها منترم هرس میخورن اسم امید هشتگ امید دانا میاد براندازه میره بالا کاری میکنم هشتگ امید دانا الان میبینی از برانداز تا خرمعصبی مثل اسفن میرن بالا پایین ما ایران شهری هستیم <تصفح> ما ایران گرا هستیم ما مدافع ملتیم ما مدافع ایرانیم باج نمیدیم به شرقی و غربی باج نمیدیم به محور ابری عربی غربی اگر اپوزیسیون غربگرا رو زدیم مادر شما جریان عربگرار که قشنگ سرویس میکنیم آره فکر کردی میخوای توریه من از مذهبی جماعتی که مدافع قوانین در حقیقت قانون حجاب و اینا هست حرامزاده تر ندیدم چون توریه بازی میکنن قشنگ میپیچوننت قشنگ میگه که قانون اساسی قابل تغییر است اما ما یه اصلی داریم اصل چهارم این قانون هم. ببین تو حرف که میشه همش همینا میگن ما همه چیزمون در جمهوری اسلامی قابل تغییر است اما اما چی اون اصل چهارم قانون اساسی است میگه اگه چیزی اسلامی است آقا ما اصلا مشکل داریم با این قوانین شریعت اسلامی تو میگه مشکل داریم چکار کنیم میگه خب باید, باید قانون در مجلس حل کنی میریم در مجلس میگه اوکی میشه ولی یه اصل چهارم داریم که قوانین اسلامی تغییر نمیکنه لا تغییر است اوکی ملت رو مادرتون رو باید به اعضاتون نشون حالا ببین چه اتفاقاتی میاد پاینده ایران همتون رو به از ایران میسپارم بدرود